سلام شاگرد عزیز، همتون خوب هستین؟ جور سلامت هستین؟ باز هم برنامه ما و درس نو ما خوش آمدین شاگرد عزیز. امیدوار هستم که درس قبلی و برنامه های قبلی رو دیده باشین و ازش راضی باشین و درس ها را یاد گرفته باشین و بعد اصلاش خوانده باشین. شاگرد عزیز، ببینید که درس کدام صنف است؟ صنف چهارم، مضمون دری، موضوع فعالیت های فایده های در درختان. درس دهم است و جلسه دوم است و صفحه 21 کتاب ماست. شاگرد عزیز، قسمی که درس گذشته را خواندیم که درختان بر ما چی فایده ها داشت. ببینین درخت ها چقدر خوب است و همه جای چی میکنه؟ سرسبز میسازه. اگر ما جای سرسبز باشه و میکروب ها بر ما چی میکنه؟ بر ما غلبه نمیکنه و ما از هوای صاف می داشته باشیم و هوای پاک می باشه. ببینین در اینجا هم درخت ها رو ببینین چقدر خوب درخت ها و حتی این خانه هم چی است؟ چوبی است که از چی جور شده؟ از چوب درختان جور شده. در اینجا ببینین که درخت چی داره؟ شکوفه داره. که شکوفه در کدام فصل است؟ در فصل بهار است. ببینین چقدر خوب و از درخت ببینین که دیگه چی جور شده؟ ببینین الماری. ببینین دیگه درخت چیه؟ دروازه است. دست درخت چی جور شده؟ از چوب درخت دروازه. در اینجا ببینین اینجا چی است؟ کلکین. ببینین کلکین و دروازه، که کلکین و دروازه از چی جور شده؟ از چوب درختان جور شده. دیگه ما از چوب درختان چی استفاده کرده میتونیم شاگرد عزیز؟ ببینین چی استفاده میکنیم؟ با چوب زمستان. ببینین ما چوب درختان در زمستان استفاده کرده میتونیم. در چی؟ در بخاری ها. ما در بخاری ها از چوب زمستان استفاده کرده میتونیم که از چوب چی کنیم؟ در بخاری ها زمستان استفاده کنیم تا که گرم ما رو بانه. ببینین در اینجا چی است؟ چوکی. چوکی از چی جور شده؟ از چوب درختان. در اینجا ببینین شاگرد عزیز، در اینجا چی است؟ میز. میز از چی جور شده؟ از چوب درختان. ببینین چقدر میز چوبی مقبول و قشنگ جور شده. در اینجا ببینین شاگرد عزیز چی است؟ الماری. ببینین چقدر یک الماری قشنگ و مقبول جور شده. ببینین چقدر زیباست. در خانه کل ما و شما الماری است، درخت است، بسابه درخت است، گل هست و در خانه های ما کلکینه است و در قسم دروازه هست، چوکی داریم، میز داریم. مثل که در مکتب های ما شما چی داریم؟ میز، چوکی. به خاطر که چی کنیم؟ به صورت درست درس خوانده بتانیم، سر میز چوکی درس خوانده بتانیم. خوش اگرد عزیز، برتان چی کده بودم؟ متن درس برتان خوانده بودم و به طور هستم که متن درس فهمیده باشین و ای چی بود؟ درس گذشته ما بود. ببینید شاگرد عزیز که درس نو ما در اینجا در این صفحه بعدی ما درس نو ما چی است؟ فعالیت های درس است. فعالیت های فایده های درختان است که ما در اینجا چی فعالیت ها را انجام دادیم و چی کارهایی را کردیم. ببینید شاگرد عزیز، در اینجا گفته شده که از روی این کلمه ها دو بار بنویسید در کتابچه هایتان و دور املای درست آن را حلقه کنید. ببینید قسم شاگرد عزیز که ما براتون گفته بودم که دور چی کنین؟ کلمه های درسته چی میکنین؟ حلقه میکنین. در اینجا ببینید که ما چی داریم؟ چند کلمه داریم شاگرد عزیز؟ در اینجا ببینید که طوفان. ببینین طوفان و چند قسم نوشته شده؟ ببینین به این شکل طوفان و به این شکل طوفان و به این شکل طوفان. ببینین ببینین به این شکل. ببینین اینال شما به نظر شما کدام شکلش درست است؟ شکل اول، دوم و یا سوم؟ گفته املای درستش چی میکنین؟ دورش حلقه میکنین. درسته شاگرد عزیز؟ املای درسته دورش حلقه میکنین. در اینجا ببینین که نوشته شده چی؟ سنگ. ببینین شاگرد عزیز در اینجا چی نوشته شده؟ سنگ. گفته کدام املای از این درست است؟ هر کدامش که درست است چی میکنین؟ دورش حلقه میکنین. اینا رو ببینیم که کدام درست است. ببینین سنگ با چی نوشته شده؟ با سواد. در اینجا ببینین سنگ با چی نوشته شده؟ با سین. و در اینجا ببینین سنگ با چی نوشته شده؟ با سه. اینا رو شاگرد عزیز ببینیم که از این کدام یکیش درست است، املای کدامش یکیش درست است. هر کدامش که درست است چی میکنیم؟ دورش حلقه میکنیم. ببینین حرف دوم ما درست است، پس چی کردیم؟
دورش حلقه کردیم. املای سنگ درست است. سنگ با چی نوشته میشه؟ سی نون گاف. پس چی است؟ املای درست است. پس چی است؟ املای درست. ببینید شاگردان عزیز، شاگردان عزیز ببینید حرف دیگه ما چی است؟ سال. آفرین شاگردان عزیز. ببینیم انالا که املای درست ما کدام است. شاگرد عزیز ببینین سال به چند قسم نشته شده؟ سین، لام، ه. آیا این درست است شاگرد عزیز؟ به نظر شما ببینین دومش چی نشته شده؟ سه، لام، ه. ببینین شاگرد عزیز این درست است؟ یک بار ببینین که سیومش چی نشته شده؟ درست ببینین که سواد، لام، ه. به نظر شما شاگرد عزیز کدامش درست شده باشه؟ به نظر من خو همین سیومش درست است. ببینین یک بار من برای تخته برتون نشته میکنم شما ببینین. ببینین سال، ببینین ببینین سال، ببینین شاگرد عزیز ما سال ها به سه رقم نشته کردم. اینالی میبینیم که املای درست از چه رقم است؟ درست است یا نه؟ شاگرد عزیز به سین درست است؟ نه. ببینین به سه حرفش درست است؟ نه. پس ببینید شاگرد عزیز یک حرف ما باقی ماند. پس حتما شاگرد عزیز سه ببینید بس سوات ما درست است. پس چی میکنیم؟ دور زیر حلقه میکنیم شاگرد عزیز به خاطر ازی که سال به چی میباشه؟ به سوات که هر فرد افغانستان و هر فرد کشور ما به چی داره؟ نیاز داره. به خاطر اگه سال به کشور ما باشه ما میتونیم به درست درس خوانده زندگی کرده و همگی صلح دوست داره. مثل که شما طفلکای عزیز گرامی زیاد دوست دارین صلح که به صلح آرامی برین درس بخونین و به مکتباتون برین که اینه هر کس هر انسان و هر فرد به این نیاز داره. آفرین شاگرد عزیزم اینه فهمیدین. پس نهاله ببینین کلمه بعدیش ببینین که کلمه بعدیش آیا چی است. ببینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ صورت. ببینین با چند شکل نشته شده. ما براتون اینه چی میکنم؟ سر تخته نشته میکنم که شاگرد عزیز ببینیم که آیا حرف درست ما یا کلمه درست ما چی است؟ کدامش است؟ ببینین شاگرد عزیز سین، واو، ری، تی. ببینین اناله سی، سوات، واو، ری و تی. اناله ببینین سی، واو، ری و تی. ببینین شاگرد عزیز خیر است در اینجا صورت با آخر آمده و در اینجا در وسط آمده. اناله ببینین شاگرد عزیز گرامی ببینیم که کدام حرف درست است. آیا صورت که ما نوشته کردیم با سین، واو، ری، تی درست است؟ یا که با سواد، واو، ری، تی درست است؟ یا که با سی، واو، ری، تی درست است؟ شاگرد عزیز به نظر شما کدام است؟ به نظر من خود ای درست است. چطور درست است؟ آیا صورت با سی نوشته میشه شاگرد عزیز؟ نمیشه. شاگرد گرامی با سی نوشته نمیشه. ببینید پس ای درست است. ببینید صورت یعنی سی زبر سا یعنی بچی. ببینید صورت بایی ببینین نشته میشه بس سواد. پس شاگرد عزیز ایام نشته نیست ایام و املای درست ما کدام حرف است؟ ببینین سواد املای درست ماست. شاگرد عزیز ببینین درجه یک کلمه دیگه ما باقی مانده گیره هم نشته میکنیم که کدامش درست است و ایره میبینیم که املای دقیق و املای درستش کدام حرفش است. شاگرد عزیز ببینین درجه ما براتون نشته میکنم ایده یک بار دیگه هم برتون تکرار میکنم شاگرد عزیز به خاطر پاک میکنم که به خاطر که نشته میکنم که شما هم چیکنین صحیح درست ببینین. دیدم میتونین شاگرد عزیز ببینین که من نشته میکنم تو فون. ببینین حرف دیگه با چی نشته شده؟ با تی. تو فون. و ببینین حرف دیگه با چی نشته شده؟ با توی اما کمی متفاوت. ببینین تو فون. ببینین ما امی کلمه را ببینید بس سه شکل نشته کردیم. یکی طوفان ببینید ت واو ف الف و نون و ببینید ت دایج توی واو ف الف و نون و دایج ببینید تو ت واو ف الف و نون و ما ببینید دایج شاگرد کم متفاوت شده. ببینید توی واو ف واو نون یعنی طوفان. ببینید اینجا طوفان 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 این یعنی کدامش درست است به نظر شما شاگرد عزیز؟ به نظر من خو امی طوفان درست است. چطور شاگرد عزیز؟ نه خیا که تو نکریم با تی درست است. طوفان با تی درست است شاگرد عزیز؟
خب پس درستش کدام از شاگرد عزیز؟ پس ببینید ما سه شکل نوشته کردیم، پس طوفان به چی نوشته میشه شاگرد عزیز؟ آفرین شاگردای بسیار لایق، آفرین. ببینید اولش درست است، املای اول درست است، بسیار خوب شاگرد عزیز، بسیار خوب، آفرین. گرچه من میفهمم که شاگردای بسیار لایق دوست داشتنی هستین، برنامه ها رو تعقیب میکنین، درس ها رو تعقیب میکنین، میبینین، آفرین شاگرد عزیز، من میفهمم که شما درس درست دارین. ببینین اما طوفان با چی نوشته میشه؟ ببینین توی زب تو پیش تو یعنی طوفان. ببینین با چی نوشته شد؟ حرف درستش با توی نوشته شد. ببینید شاگرد عزیز، من این حرف ها را یک بار دیگه هم براتون تکرار میکردم به خاطر که خوب ذهن نشینتان شوه و هیچ وقت فراموش نکنید شاگرد عزیز. آفرین شاگرد دوست داشتنیم. ببینید یک بار دیگه من براتون ایده براتون یک دفعه یادآوری میکنم شاگرد عزیزم که شما چی کرین؟ درست این حرف ها را شناخته بتانین و به سک شکل درستش. ببینید طوفان با کتابتون، ببینید قسمی که با کتابتون استان خواسته شده بود، ایجه قسمه که براتون گفتم که در داخل چوکات، در داخل جدول، در صفحه چند ما براتون گفته بودم؟ صفحه 21 کتاب ما. آفرین شاگرد عزیز، در اینجا بر ما خواسته بودن که کلمات امی املای درستشه، شما در کتابچه‌تون کلمات نوشته میکنین و املای درستشه. قسمه که ما براتون در این تخته براتون نشاندن که دورش چی میکنین؟ حلقه میکنین. آفرین شاگرد عزیزم، اینالا ما ایره یک بار دیگه هم براتون تکرار میکنم شاگرد عزیز که فراموش نکنین. ببینین طوفان، طوفان، توفون. ببینید در کدام حرف ما درست است؟ املای ما چی است؟ اول ما درست است. چی میکنیم؟ در کتاب چه خط نشته کردیم؟ دارش حلقه میکنیم. آفرین شاگرد عزیز. برای ببینید شاگرد عزیز چی نشته؟ صورت. ببینید صورت بسین، بسی و سواد. پس ببین شاگرد عزیز کدامش درست است؟ آفرین، حرف سوات ما درست است. یاری چی میکنین؟ در کتابچه هایتان نشته میکنین و دورش حلقه میکنین. آفرین شاگرد عزیزم، بسیار خوب، شاگردای بسیار درس خوان هستین، آفرین. ببینید شاگرد عزیزم در این شه کلمه چی است؟ سال. ببینید سال به سه سین نوشته شده، به سه نوشته شده و به سوات نوشته شده، قسمه که همه ما و شما با اوشی داریم نیاز داریم. پس ببینید شاگرد عزیز به چی نوشته شده؟ کدامش درست است بلاش؟ آفرین، سوم، یعنی به سوات ما چی است؟ کلمه درستش است. آفرین شاگرد عزیزم. برای ببینید سنگ، سنگ ببینید به سوات، به سین و به سه کدامش درست است که قسمی که پیشترم براتون گفتم؟ آفرین، وسطیش درست است، یعنی دومش درست است. اینه چی میکنین؟ دورش حلقه میکنین. شاگرد عزیز گرامی، ببینین در اینجا در چوکاتتان یک چیز دیگه هم گفته. در اینجا ببینین که ما خانه خالی داریم، آیا در خانه خالی ما چی نوشته بکنیم؟ چی گفته است؟ ما در اینجا ما میخوانیم که خانه خالی رو چی گفته نوشته کنین. در اینجا گفته که هدف اصلی این درس چیست؟ ببینید انال شاگرد عزیز، من الفام بخوایم بیرام جیمام دالم، انال ما و شما میگیم که هدف درست ازی و سوال درست ازی چی است؟ سوال درست جه نوشته شده که خانه خالی، همکاری و معاونت با یک دیگر، ب قطع چوب درختان، جیم نشستن در سایه درختان، دال حفاظت، اهمیت و فایده درختان. شاگرد عزیز به نظر شما آیا در خانه خالی چیز میایه؟ آیا ما در خانه خالی چیز نوشته کرده میتونیم؟ گوش کنید شاگرد عزیز، آیا ما به این شکل نوشته کرده میتونیم که همکاری و معاونیت اینال یک دیگره؟ آیا ما به خانه خالی نوشته کرده میتونیم؟ آیا از شما خواسته که شما این جملات به خانه خالی تکمیل بسازین؟ نخواسته. خب پس یک کار دیگه میکنیم. آیا شاگرد عزیز از شما خواسته که در اینجا از این درسی که شما خواندین در اینجا بیارین به این خانه خالی؟ نخواسته. آفرین، آفرین شاگرد عزیز. ببینین در جیم آیا براتون گفته که نشستن در زیر سایه درختان، به نظر شما در این خانه خالی گفته شده که در زیر سایه درختان فایده داره یا مفید است؟ یا فمثال ما در زیر سایه درختان بشینیم، از او لذت ببریم یا از میوهش استفاده کنیم، به نظر شما همه قسم گفته؟ نه خیر. پس خب ببینین که همه چیزی که بر ما گفته شده گدود است. ببینین که بر ما اینطور مفکوری ما را گدود ساخته که آیا ما کدام چیز باید درست است. پس ما بر ما گفته شده که هدف اصلی ازی چی است. اینا رو شاگرد عزیز ما پاش چی رقم هدف اصلی ازی رو بفهمیم؟ آفرین شاگرد عزیز. پس نواله هدف اصلی ازی درس چی است؟ هدف اصلی ازی درس بر ما گفته که یعنی کدام ازی درست است. آفرین شاگرد عزیز. ما ببینیم که در الف گفته همکاری و معاونیت با دیگر، در بیش گفته قطع چوب درختان،
در جیمش گفته نشستن در زیر سایه درختان، اما در دالش گفته حفاظت، اهمیت و فایده درختان. قسمی که ما به درس بر شما یادآور شده بودم که درختان چی داره؟ چوب داره و از چوب درختان چی استفاده میشه؟ قسمی که برتان گفته بودم که از چوب درختان الماری جور میشه و اما قسم از چوب درختان میز جور میشه و اما قسمی که از چوب درختان چوکی جور میشه و اما قسمی که ما از چوب درختان در زمستان در بخاری های خود استفاده میکنیم و اما قسم که از چوب درختان کلکین ها دروازه جور میشه، قسمی که ما همه ما شما در خانه های خود داریم و ازش چی جور میشه؟ دروازه جور میشه. آفرین شاگرد عزیز. و یه گپ دیگران فراموش نکرده باشین که ما براتون چی گفتم؟ گفتم که در منطقه که درخت زیاد باشه، سرسبزی زیاد باشه، میکروب ها در اوجه کمتر می باشه، آب و هوای پاک و صفا می داشته باشه. پس اینا رو ببینیم که انال ما چی کردیم، جواب درست پیدا کردیم که ددال گفته که حفاظت، اهمیت و فایده درختان. پس چی است؟ میگیم در این خانه خالی، در اینجا ببینین، در این خانه خالی نشته می کنیم که جواب درست دال چی؟ فاید در اهمیت و اهمیت و فایده درختان و حفاظت فایده درختان به ما چی است؟ اهمیت زیاد داره. پس چی میکنین شما؟ پس مطلبش دایی نیست که ما خانه خالی رو پر کنیم، مطلبش دایی است که ما جواب درست پیدا بکنیم. مطلبش به این معنا نیست که یعنی ما چی کنیم که ما سوال درست پیدا کنیم. پس ما سوال درست خود پیدا کردیم شاگرد عزیز. پس هدف به این نیست که ما خانه خالی رو پر کنیم، سوال درست ما و جواب درست ما چی است شاگرد عزیز؟ دال است. پس چی میکنیم؟ قلم های خدا میگیریم و ایاره در کتابچه نشته میکنیم و دور داله قسمی که به می شکل بر شما دور درست حلقه کردم و شما هم چی میکنین؟ دور عدد داله چی میکنین؟ حلقه میکنین. خوش آگرد عزیز، ما این چوکات فامیدیم، آل پایین تر میریم، چوکات بعدی رو میبینیم که آیا چوکات بعدی چی است؟ فعالیت ها ارزیابی. من شما رو ارزیابی میکنیم که شما چقدر درس فامیدین و چقدر شما فامیدین از درسی که ما برتان دادم. پس چی میکنیم؟ اینجا چهار سوال بر ما گرفته شده شاگرد عزیز، ما این چهار سواله میخوانیم یک بار، شما با دقت گوش میکنین و دستتانم شاگرد عزیز سر خط حتما میگیرین. آفرین. گفته آیا شاگردان متن درس را خوانده و نشته میتوانن؟ بله، شما بسیار شاگردای لایق هستین، بسیار شاگردای خوب هستین و من مطمئن هستم که درس گذشته که برتان دادیم ایده حتما در کتابچه های تا نشته کردین و خواندین، یاد گرفتین. آفرین شاگردای لایق. در سوال دوم گفته آیا شاگردان در مورد فایده، اهمیت، حفاظت درختان سخن گفته توانستن؟ بله، سخن گفته توانستیم. چقدر گفتیم که درخت ها چی داره؟ بر ما فایده داره. ببینید که اگر در جایی که درخت باشه فضای صاف می باشه، آلودگی کمتر می باشه، میکروب ها کمتر می باشه و به صحت ما فایده داره. ایده ما گفتیم. آفرین شواز. و گفته که آیا طریق املای درست کلمه ها را فهمیدین؟ قسمی که برتان چند کلمه که برتان چی کردم؟ فهماندم که ببینین که سنگ به چی نوشته میشه، طوفان به چی نوشته میشه و اما قسم صلح به چی نوشته میشه، که قسمی که شما همتون فهمیدین شاگردای عزیزم که صلح یا طوفان و یا سنگ املای درستشه چی کردین؟ فهمیدین که به چی نوشته میشه. گفته آیا هدف اصلی درس را دانسته و از آن اظهار خوشی کردین؟ بله، هدف درس ما فهمیدیم که درخت بر ما چی فایده ها داره، ما از درخت چی استفاده کرده میتونیم، ما از درخت به کدام طریقه ها استفاده کرده میتونیم. قسمی که برتان گفتم که ما از درخت چوب، از چوب درخت دروازه، کلکین، الماری و میز، چوکی و همه قسم با سوخت مواد زمستان که ما چی میکنیم؟ در بخاری های خود استفاده میکنیم. و حتی شاگردای عزیز ببینین این ورقی که هست، ببینین شاگردای عزیز این ورقه که ما در اون نوشته میکنیم، ما در اون رسم میکنیم، ما در اون هر کار ما انجام میدیم. ببینین حتی کتاب ما، ببینین شاگرد عزیز با چی است؟ ورق هاست. پس اینمی هم از چوب جور میشه. ببینین اینمی که ورق ما بسیار استوار خوب است، امی هم چی است؟ فایده درختان است که چی میکنه؟ بسیار زیاد بر ما فایده های زیاد داره. پس الان شاگرد عزیز گرامی، شما درخت ها را فهمیدین، فایده های شفا میدین و همه قسم مسمیدیت دواها که چقدر با ما با سمر است و همه قسم درختان که سمر داره و درختان بی سمر هم فهمیدین که ما درختان شناسایی و شناخته چه قسم بکنیم. پس الان شاگرد عزیز درس ما آخر شد و امیدوار هستم که همه درس فهمیده باشین و حال کار خانگیتان. ببینید شاگرد عزیز که در صفحه آخرتان در اینجا نوشته است که کار خانگی،
شاگردان در مورد فواید درختان چهار سطر در کتابچه هایتان کار خانگی بنویسین. پس نان شاگردان عزیز، شما چی میکنین؟ این کلمات یا درس ها را درستشه، املای درستشه در کتابچه هایتان نشته میکنین. خوش شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین و درستان به خوبی خوانده باشین و درستان بخونین و کتابچه هایتان همیشه پاک منظم داشته باشین. شما را به علای پاک بی نیاز مسپارم تا درس بعدی و ویدیو بعدی و بعد برنامه بعدی شما را به علای پاک بی نیاز مسپارم. خدا حافظ همدان.